مورد بعدی که موجب قوم برگزیده شدن شده بحث یکتا پرست بودن ایناست. اسرائیل شاهاک در کتابش یک بخشی داره، من میخوام عین مطلب رو از رو بخونم، خودتون قضاوت کنید. یک کسی که تا کابالا رو نشناسه اصلا یهودیت رو، این یهودیت تعریف شده رو نمیفهمه. بر اساس مکتب کابالا جهان تحت فرمان یک خدا نیست. یکتا پرستی رو خوب دقت کنید ببینید چه شکلیه، بلکه خدایان متعدد با مشخصات و تأثیرات مختلف از یک تیرگی سرچشمه گرفتن، جدای از علت العلل بر آن فرمان میرانند. یه دونه نیست، یک شلم شوربایه. این نظام اعتقادی را با حذف جزئیات میتوان اینگونه خلاصه کرد که از ابتدا علت العلل یک خدای مذکر به نام عقل یا پدر و سپس یک خدای مؤنث به نام دانش یا مادر متولد شده است. پسر نیز به اسامی متعددی مثل ریز چهره یا برکت مقدس، پسر خدای پسر شد چی؟ ریز چهره و برکت مقدس، و دختر هم به اسامی مانند بانو یا ماترونیت که کلمه‌ای که از لاتین استخراج کردن به معنای زن خانه داره، یا شخینه یا ملکه و غیره نامی میشه. این دو خدای جوان باید با هم یکی شوند، ولی شیطان که در این نظام اعتقادی شخصیت خیلی مهم و مستقلی است، با تدبیر و دسیسه از یکی شدن آنان جلوگیری میکند. خلقت به عهده علت العلل است، با این هدف که با آنان اجازه یکی شدن بدهد. اما به دلیل هبوط، اشتباهی که پدرمان و مادرمان حضرت آدم و حوا کردند، از این نگاه این دو بیش از هر زمان دیگری دچار جدایی شدند و عملا شیطان ترتیبی داده تا بتوانند به خدای دختر کاملا نزدیک شده، شیطان نزدیک بشه به خدای دختر نزدیک شده و حتی به او تجاوز کند. عقاید در این زمینه که این تجاوز جسمانی است یا روحانی است متفاوت است. خلقت ملت یهود بدین منظور صورت گرفت. هدف خلقت این قوم برگزیده این بود تا تخلفی که از سوی آدم و حوا سر زده جبران شود. که چی بشه؟ این. و این هدف برای یک لحظه در دامنه کوه سینا تحقق یافت وقتی عهد رو گرفتن. چی شد؟ و خدای مذکر پسر در هیئت موسی با شخینه خدای مؤنث یکی شد. و این یکی شدن دیدید اینا دو تا معنی براش در نظر میگیرن. چه حرفا برای پیامبران الهی میزنن. تا آن که بار دیگر گناه گوساله طلایی موجب جدایی در الوهیت گردید. شما باید یه دعا بکنید، یه کاری کنید اونا با هم برسن. این عاشق و معشوق رو باید با هم برسونیم. تمام شد رفقا. حالا چه جوری؟ با روش‌های مختلف داره. شیطونم پدر سوخته بیکار نشسته. اینا رو از هم جدا کرده، خودش رفته سراغ خدای زن. یه زنی هم گذاشته سراغ خدای مرد که اینا درگیر هم بشن. اینجا دو تا اسطوره اینها ساختند، تمام شیطانی، کاملا شیطانی. چی؟ بلو جین لیدی ان رد، اسکارلت وومن. بلو جین آن جن شیطانی است که به خدا، به سراغ خدای زن میره، میتونه خود ابلیس باشه. و لیدی ان رد اون زنی است که سراغ خدای مرد، سراغ برکت مقدس میره. تمام اینها رو در فیلم هاشون وارد کردند و این تفکر رو بنیادین کردند تا جایی که بعضا ندانسته برخی از خود ما هم داریم استفاده میکنیم. به عنوان مثال من بخوام فیلم معرفی بکنم، در لیدی این رد متاسفانه فیلم زیاده، خیلی زیاده، اما مثلا فیلم معروفی که در مورد بلو جینه که او سراغ زن میاد، فیلم واچمنه. یه فیلم دو سه ساعته طولانی که یک موجود آبی رنگ تک چشم وسط پیشانی نشان میده و اون سراغ زنه میاد. این اون بحثی پس رسیدن به سرزمین موعود نشانه یکی شدن اون دوتا، شخینه و برکت مقدس. خب نماد برکت مقدس چیه؟ نماد خدای مرده. خدای مرد چیه؟ مثلث رو به بالا. نماد شخینه چیه؟ مثلث رو به پایین. در ارض مقدس دو مثلث یکی میشن. حالا فهمید چه رفته بیخ وسط پرچمش؟ اینه، تمام شده. دلیل و تفکر به وجود آوردن این از زمانی که کابالا شکل میگیره، ریشه لارد میشه، این مثلثا رو میارن استفاده میکنن اینا. متاسفانه در الگوی لیدی این رد و بلو جین اینها حتی قائل به ارتباط جنسی هن. میگن اون انسانه ارتباط جنسی با جن میگیره،
اگر مرد باشه با زن سرخپوش اسکارلت وومن، با اسطوره ببلن، و اگر زن باشه با جن آبی. و اینو بذارید کنار اون حکم تلمودی که 130 سال این با شیطانی بود و 130 سال چی؟ او هم با شیطانی بود. از نسل اینها انسان‌هایی هم به دنیا آمدند. اینا میشن غیر یهودیان، یعنی اینا شیطان زادن. تنها انسان زادگان قوم برگزیده است. وظیفه یک یهودی متدین آن است که از طریق عبادات و انجام فرایض مذهبی اتحاد واقعی دو خدا را در شکل یک آمیزش جنسی بین خدای مذکر و خدای مؤنث حفظ کند. یعنی تمام وظیفه دینی این بابا رو این تعریف کردن. وای بر ما، وای بر ما، چرا حالا وای بر اونا؟ نه عزیزم، این فرهنگ آورده، فرهنگ جهانی کرده. بنابراین قبل از اکثر فرایض مذهبی هر یهودی متدین که روزانه چندین بار باید به جای آورده شود، این ورد خوانده می شود به خاطر آمیزش جنسی برکت مقدس به شخینه. به عنوان دعا همینه می خونه. نماز صبح یهودیان نیز طوری ترتیب داده شده است که این اتحاد جنسی را اگر شده حتی موقتا تشویق می نماید. تعقیبات نماز نیز با مراحل همبستر شدن مطابقت دارد. ببخشید عذر میخوام. در یک جا خدای مؤنث به مستخدمه هایش نزدیک میشود و در جای دیگر خدای مذکر دستهایش را به دور گردن خدای مؤنث حلقه کرده بوق و در پایان فرض بر این است که عمل جنسی اتفاق میافتد. سایر عبادات یا فرائض مذهبی آنگونه که توسط صوفی نماهای یهودی تفسیر می شود برای فریب فرشته های مختلف، خدایان کوچک با اندکی استقلال، داخل پرانتز میگه فرشته ها خدایان کوچک با اندکی استقلال، و یا برای طلب شفاعت از شیطان طراحی شده است. پس اصل فریضه دینی یعنی این، بقیهش هم باز بعد بقیه رو گول بزنی. یه بازی شطرنجیه، یعنی یه دعا داری میخونی با 6-7 مورد الان داری آنالیز باید بکنی. الان دارم اینو سر کارش میذارم که او بره سراغ اون، این یکی نیاد نگاه بکنه، اون یکی بره اون طرف بدان. هزار جور فیلم و حدیث داره. قبل و بعد از هر وعده غذا یک یهودی متدین به عنوان یکی از آداب مذهبی وضو میگیرد و در همین حال دعایی هم زیر لب زمزمه میکند. در یکی از این دو حالت، وضو گرفتن و خواندن دعا، این یهودی از طریق تشویق خدای مؤنث و خدای مذکر به اتحاد الهی به پرستش خدا مشغول است. اما در حالت دیگر شیطان را نیز ستایش میکند. این وسط ابلیس هم ستایش میکنه. این دیگه چیه؟ اینش جالبه. استدلال داشته باشی؟ چون که شیطان به قدری به نمازگزاران و فرایض مذهبی علاقمند است که اگر چند مورد از این عبادات برای او انجام گیرد، برای چند لحظه سرگرم شده و از آزار خدای مؤنث منصرف می شود. این که ولش میکنه میتونه بره پیش او یکی. به عنوان مثال امروزه شاید بتوان یکی از مقدس‌ترین دعاهای یهودیان را که توسط هر یهودی متدین روزی چندین بار خوانده می شود، یعنی این دعا: ای بنی اسرائیل، پروردگار خدای ما این خدای یکتاست، به دو معنای کاملا متضاد تفسیر کرد. این عبارت میتواند این معنا را بدهد که خداوند واقعا یکتاست، اما در این حال این معنا را هم میتواند بدهد که مرحله معینی از یکی شدن الهه مذکر و مؤنث تحقق یافته یا در اثر صحیح خواندن این دعا توسط آن فرد به این یکی شدن نزدیک شده است. یعنی در دل همین یکتایی خدا چی نهفته است؟ شرک رساندن دو خدای ما، برکت مقدس و شخینا به هم دیگه. خدمت شما عرض کنم در تلمود داریم شرایط دیگری نیز برای رسیدن به مقام نبوت لازم است و اساسی است. ذات قدوس متبارک شخینا یا سکینه خود را فرود نمی آورد مگر بر شخصی که دلیر و ثروتمند و دانا و فروتن باشد. یعنی یکی از نشانه های پیامبر شدن اینه که شخینا بر آن فرد، یعنی متاسفانه یه جور دیگه بگیم، یعنی ارتباطی گرفته با شخینا، برکت مقدس در این حلول کرده و این ارتباطی با شخینا گرفته. خیلی حرف عجیبه. نکته جالب ثروتمند بودن رو داره میگه، در حالی که پیامبران چی؟ از بین مستضعفان میومدن. کتاب جامعه باب 8 آیه 2-5 استنباط کردن که موسی از خداوند درخواست کرده که شخینا بر ملت اسرائیل قرار گیرد و بر سایر ملل قرار نگیرد. پس تنها ملتی که با شخینا در ارتباطن کیان؟ اسرائیل. بقیه میشن غیر یهودیان و توسط شیاطین به دنیا آمدن، زنای شیاطین.